دستور ترسیمی بسیار مهم دیگه ای رو داریم که برای ترسیم یا ایجاد دایره استفاده میشه. دقت داشته باشید که در همه مجموعه های آموزشی اتوکد این دستورات باید آموزش داده بشن، چون شکل های اولیه و مبنا هستن و شما بعداً میتونید با تغییر در این شکل ها و ترکیب اونها با شکل های دیگه و یا برش اونها شکل ها و مدل های بسیار بسیار پیشرفته تری رو خلق بکنید و بسازید. پس دقت داشته باشید که باید این دستورات رو خیلی خیلی خوب یاد بگیرید و چه بهتر که بتونید از خط فرمان در هر لحظه استفاده کنید. من به شما دوستان پیشنهاد میکنم که سعی کنید تمرکزتون بیشتر بر روی خط فرمان باشه و بتونید بیشتر از اون استفاده بکنید، یعنی در کار کردن با خط فرمان سعی کنید حرفه‌ای بشید، به این صورت که بتونید از آپشن های اون در هر لحظه استفاده بکنید، کلید های میانبر رو حتما حفظ کنید و خیلی راحت با خط فرمان میتونید پروژه های سنگین خودتون رو هم حتی پیاده سازی کنید. خب دستور سرکل یا دایره در این قسمت قرار گرفته، همونطور که در داخل این تصویر هم مشاهده میکنید. ما در اینجا وقتی که از این دستور میخواییم استفاده بکنیم یه علامت فلش کوچیک رو میتونیم مشاهده بکنیم. وجود این علامت فلش کوچیک در اینجا به معنای این هست که این دستور دارای چند تا زیر مجموعه است. یعنی چی؟ یعنی ما میتونیم دایره رو به شکل‌های مختلفی ترسیم کنیم. پس من در اینجا روی این گزینه یا این فلش کلیک میکنم، فهرست مربوط به ترسیم انواع حالات دایره نمایش داده میشه. نکته جالبی که قبلا هم بهش اشاره کردم در اتوکد اینه که ما اگر روی هر ابزاری، روی هر دستوری مکس بکنیم با مکان نمای ماوسمون، میتونیم یک اسکرین تیپ و تول تیپی رو ببینیم که توضیحات بسیار بسیار خوبی رو در رابطه با اون ابزار یا اون بخش در اختیار ما میگذاره. مثلا اینجا دقت داشته باشید که ما میتونیم به 6 حالت یک دایره رو ترسیم بکنیم یا دایره های خودمون رو ترسیم بکنیم و این خیلی خیلی برای ما میتونه اهمیت داشته باشه و کاربردی باشه. مثلا حالت اول میگه سنتر ریدیوس، یعنی با مشخص کردن یک نقطه مرکز و بعد ریدیوس یا شعاع شما دایرتون رو ایجاد کنید. خب این مرسوم ترین و رایج ترین حالت برای ترسیم دایره هست. شما وقتی از پرگار هم استفاده میکنید، سوزن پرگار مرکز دایره رو مشخص میکنه و با تنظیم دهانه پرگار شما میتونید شعاع یا ریدیوس اون رو مشخص و تنظیم بکنید. خب دقیقا توی این شکل هم داره به ما میگه اول باید نقطه 1 رو مشخص کنی، بعد نقطه 2 که شعاع دایره هستش. بعد از اون یک حالت دیگه داریم تحت عنوان سنتر دیامیتر، یعنی شما یک نقطه‌ای رو به عنوان مرکز دایره مشخص می‌کنی، بعد یک دیامیتر یا قطر رو برای اون در نظر می‌گیریم. قطر دو برابر شعاع هستش. مثلا اگر قطر برابر با 10 باشه، شعاع برابر با 5 هست. به این موضوع حتما دقت داشته باشید و اون رو در نظر بگیرید. اما یک حالت دیگری داریم برای ترسیم دایره تحت عنوان تو پوینت، یعنی ما با مشخص کردن دو نقطه بر روی محیط دایره مشخص و تعیین میکنیم که اون دایره ترسیم بشه. دقیقا توی این شکل دایره قرمز رنگ رو میتونید ببینید، با تعیین نقطه 1 و 2 دایره در این محدوده ایجاد میشه. دیگه نیازی به وارد کردن نقطه مرکز و شعاع و قطر و این چیزها نداریم و این خیلی خوبه، مخصوصا در ترسیمات صنعتی. زمانی که شما نقشه کشی صنعتی و خط سازی رو دارید انجام میدید، این میتونه خیلی خیلی برای شما مفید باشه. حالت بعدی حالت 3 point یا استفاده از 3 نقطه برای ترسیم دایره است. ما در این حالت میتونیم با مشخص کردن 3 نقطه، همونطور که توی این تصویر هم میبینید، محل دایره و همچنین اندازه و کلن دایرمون رو به وجود بیاریم. 1, 2 و 3 نقاطی هستند که در شکل مشخص شده. با کلیک در این نقاط، که البته میتونه هر جای دلخواهی باشه، اندازه دایره شما در میاد، مشخص میشه و ترسیم میشه. دقیقا مشابه با همون حالت 2 point هست و ما نیازی به نقطه مرکز و اینجور چیزها نداریم و خیلی خیلی کارمون راحت تر انجام میشه و به این ترتیب میتونیم در واقع کار رو ادامه بدیم و دایره مورد نظر خودمون رو هم به وجود بیاریم. اما یک حالت دیگر رو داریم تحت عنوان تان رادیوس. تان به معنای تانجنت یا مماس هست، در واقع این میشه مخفف تانجنت. مماس یعنی دو تا شکلی که فقط در یک نقطه با هم در واقع برخورد دارن، تماس دارن. حالا نمیتونیم بگیم برخورد، چون اگه بگیم برخورد یعنی قطع میکنن هم دیگر رو، نه، ما اینترسکشن رو میگیم قطع کردن. تانجنت یا مماس یعنی با هم تماس داشته باشن. ببینید اینجا دقیقا داره نشون میده، میگه شما این دو تا شکل سیاه رنگ رو دارین ولی
این دو نقطه به عنوان نقاط مماس هست. دقیقاً میخواین که دایره قرمز رنگ با این دوتا شکل تماس داشته باشه، نه اینکه اونها رو قطع بکنه. پس میتونید از روش تان تان ریدیوس استفاده بکنید و اینم توضیحش دقیقا به شما میگه که یک دایره رو میتونه ایجاد بکنه با شناسایی شعاع و دو نوع در واقع اون نقاط مربوط به حالت مماس یا تانجنتشون بین دوتا آبجکت، که در ادامه از همه اینها استفاده خواهم کرد. اما گزینه بعدی ما تان 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 یا اصطلاحاً تانجنت 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 هست که در واقع اینجا میاد و بر مبنای سه تا نقطه مماس کار رو انجام میده و دایره رو میکشه. یعنی دیگه ما اینجا میتونیم اون رو در بین سه تا شیئمون محصور بکنیم. ببینید اینجا مثلا شما این قسمت زاویه دار سیاه رنگ رو در نظر بگیرید. حالا برای این دایره قرمز رنگ گفته خب یه نقطش به این بچسبه، یه نقطش به این، یه نقطش هم به این. اینا رو مشخص کرده که بعدا بهتون میگم چجوری نقاط هم میتونید مشخص بکنید و نهایتاً دایره‌ای که تماماً مماس با شکلمون هست ایجاد میشه. خب حالا بریم ببینیم که چجوری میتونیم از این حالات برای ترسیم دایره استفاده کنیم. گزینه اول یعنی سنتر رادیوس رو انتخاب میکنم. البته فراموش نکنید که با حرف C و فشردن کلید اینتر در خط فرمان هم شما میتونید دستور سرکل یا دایره رو صادر بکنید. و دقت کنید وقتی که دستور سرکل یا دایره صادر میشه در داخل خط فرمان شما میتونید ببینید که از شما میخواد سنتر پوینت یا نقطه مرکز رو تعیین بکنید. حالا میگه میخوای به صورت 3 پوینت باشه، 2 پوینت باشه، تی تی آر باشه یا حالت یا همه حالت تانجنت تانجنت رادیوس که براتون توضیح دادم. خب من در اینجا میخوام اولین حالت رو برای دایره انتخاب بکنم، پس سنتر رادیوس. میگم این نقطه سنتر یا مرکزش باشه، این رو حرکت میدم، بعد میگه اندازه شعاع چقدر باشه، مثلا میگم 400 تا باشه، کلید اینتر رو فشار میدم، خیلی راحت دایره من ایجاد میشه. ببینید اینجا در داخل خط فرمان میاد و توضیح میده در هیستوری کار دقیقاً به ما میگه specify radius of circle، نقطه مرکز رو مشخص کنید، اور یا دیامتر قطرش رو مشخص بکنید. خب من اندازه 400 رو وارد کردم، یعنی شعاع 400 باشه و به این ترتیب دایره من هم ترسیم میشه. اما کلید اینتر رو فشار میدم، دو مرتبه دستور من صادر میشه، همون دستور دایره. این بار مثلا میتونیم بگیم که از حالت 2 پوینت استفاده بشه، پس 2 پی رو مینویسیم یا روی این کلیک میکنیم. دقیقا خودش به ما میگه specify first end point of circle's diameter، شما بیایید و نقطه انتهایی مربوط به دیامتر یا قطرتون رو مشخص بکنید. چون در واقع وقتی که ما دو تا نقطه رو بر روی یک دایره میخوایم مشخص بکنیم، ابتدا و انتهای قطرش میشه. من میگم نقطه اول اینجا باشه، بعد از اون نقطه دوم هر جا که خواستم میگذارم. ببینید دقیقا قطر داره برای من ترسیم میشه. مثلا میگم که با قطرش مثلا اندازش باشه برابر با 1000، کلید اینتر رو فشار میدم و این حالت هم ایجاد میشه. البته میتونم وارد این فهرست بشم، از اینجا هم استفاده کنم، بگم سنتر دیامتر نقطه مرکز و قطرش چقدر باشه، قطرش 1000 باشه. به این ترتیب مشاهده میکنید. یا مثلا میتونیم حالت 3 پوینت رو استفاده بکنیم. میگه سه تا نقطه برای دایره مشخص کن، نقطه اول، نقطه دوم و بعد نقطه سوم. ببینید هر جایی که دوست داشته باشید میتونید کلیک بکنید تا نهایتا دایره شما به وجود بیاد و بتونید که اون رو ببینید. در اینجا من کلیک میکنم و این هم دایره بعدی من هستش. اما مهم ها این دو تا گزینه هستن. تان تان رادیوس رو تست کنیم. میگه دو تا نقطه مماس میخوام با یه شعاع. من میخوام بیام بین این دو تا دایره یه دایره ایجاد بکنم. پس ببینید وقتی که ما دستور تان تان رادیوس رو صادر میکنیم و مکان نما رو به شیء نزدیک میکنیم، یه علامت سبز رنگی ظاهر میشه و به ما میگه در اینجا تانجنت یا مماس شناسایی شده. خب حالا هر جای این شکل که مماسی بتونه پیدا کنه نشونتون میده با دایره یا با نماد سبز رنگ. خب مثلا شما میگی من میخوام یه نقطه مماسش اینجا باشه، روی این یکی هم مماس رو پیدا میکنه، مثلا این یکیش هم اینجا باشه. حالا میگه دایرت شعاعش چقدر باشه، یه عددی رو خودش میاد برای ما حساب میکنه، این عدده. اگه من کلید اینتر رو فشار بدم خودش به صورت خودکار و با توجه به دو تا نقطه‌ای که من مشخص کردم به عنوان نقاط مماس بر روی اشیاء دیگه میاد و این دایره رو ترسیم میکنه و به این ترتیب ما میتونیم که در واقع این شکل رو ببینیم. و اگر که توجه بکنید دقیقاً با همدیگه مماس هستن، همدیگر رو قطع نمی‌کنن. ببینید به این ترتیب، حتی یه فاصله کوچیکی هم که وجود داره، البته این باید ریفرش بشه، اینها دقیقاً با هم مماس هستن و به همدیگه در واقع تماس دارن و به این صورت ما تونستیم این روش رو هم پیاده سازی کنیم.
اما یه حالت دیگه در اینجا داریم تحت عنوان تان تان تان، یعنی ما میگیم بین سه تا شکل مماس باشه، مماس اول، مماس دوم و بعد مماس سوم. بلافاصله دایره رو برای ما میتونه که ایجاد بکنه و ترسیم بکنه. پس ببینید که خیلی راحت و ساده این کارها برای ما انجام میشه، بسیار بسیار راحت هست و فقط شما باید بیاید و تمرین انجام بدید، کار خاصی نمیخواد، بیاید و چندین دایره مختلف با حالات مختلف رو بکشید. حالا من اگر دو مرتبه دستور سیرکل رو صادر بکنم در خط فرمان، بعد نیست یه نگاهی هم به اینجا داشته باشیم. خب گزینه تری پوینت رو داریم، گفتیم که میتونیم بیایم و تری پی رو هم بنویسیم، کلید اینتر رو بزنیم، وارد اون فاز از ترسیم میشیم و به این ترتیب به ما میگه specify first point on circle، نقطه اولت رو روی یک دایره، روی دایرت مشخص کن، هر جایی که دوست داشتی کلیک میکنی و بعد میای به سراغ second point یا نقطه دوم و به این ترتیب دایره شما میتونه خیلی خیلی بزرگتر یا کوچیکتر یا هم اندازه با دایره های موجود ترسیم بشه. در هر صورت دستور دایره همونطور که خودتون هم دیدید یکی از دستورات بسیار بسیار مهم و کاربردی هست و قبلا هم اشاره کردم ما میتونیم از دایره ها به تنهایی و یا ترکیب اونها با شکل های دیگه یک سری ترسیمات جدید، زیبا، پیچیده و حرفه‌ای رو به وجود بیاریم که عمدتا در طراحی صنعتی استفاده میشه. ما در طراحی ساختمان خیلی کمتر از دایره استفاده میکنیم به خاطر اینکه عمدتا میخوایم دیوار و در و پنجره و این چیزها بکشیم که خب مثلا برای ترسیم درها و کمان درها عمدتا از کمان استفاده میشه یا آرک دیگه. حالا شرایطش اگر خیلی خاص باشه ما میتونیم بیایم و دایره رو استفاده بکنیم که خب در جای خودش اینها رو هم براتون خواهم گفت. در هر صورت به این موارد دقت داشته باشید که شما به راحتی میتونید بیاید و ترسیمات دایره رو انجام بدید با حالات و شکل‌های مختلف و فقط باید بر روی این موضوع تمرین بکنید تا بر اون مسلط بشید. فراموش نکنید که حرف C کلید میانبر سرکل یا دایره هست.